خواوند بود، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، میرعلی حسینی با او صحبت میکرد. 5 تن از شهروندان استان آذربایجان شرقی هر کدام به تحمل 9 سال زندان محکوم شدند و گفته شده که به دلیل تشکیل یک گروه غیرقانونی این حکم گرفتند. مطلب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگوی با سجاد راهمهر، برادر یکی از این متهمان در سوئد، جزئیات این پرونده را پرسیده. آقایان دکتر لطیف حسنی، مهندس شهرام رادمه که برادرم هستند، مهندس محمود فضلی، آقای بهبود گلی‌زاده و آیت مهرعلی بعلی هستند که به اتهام تشکیل گروه غیرقانونی یعنی جامو و تبلیغ علیه نظام محاکمه شدند در 2 هفته گذشته در 2 روز متوالی. درباره گروهی که برادرتون به دلیل عضویت در اون محکوم شدن بیشتر توضیح بدید. اینها در برامنامه و اساسنامه‌ای که دارن در محور 3 اصل فعالیت میکنن. هویت طلبی ترکیه آذربایجانی هست و مدرنیته طلبی هست به معنای دستاوردهای مدرن بشر که در اروپای غربی دارن شاهد هستیم، و محور 3 آزادی عقیده و سکولاریسم هست. آقای رادمهر، برادرتون و سایر این متهمان چه زمانی بازداشت شدن؟ اینها در واقع از دی ماه سال گذشته، دی ماه 91، در سری بازداشتهایی که در شهرهای مختلف آذربایجان صورت گرفت، در کرج، مشکین شهر، میانداب، سوفیان و تبریز، اینها دستگیر شده و به اداره اطلاعات تبریز منتقل شدند. این افراد به حکمشون اعتراض هم کردن آقای رادمهر؟ در واقع پریروز بود که حکم ابلاغ شده به یکی از وکلا و وکیل دیگه هنوز حکم رو نگرفته. تا این دقیقه که من با شما صحبت میکنم اینها اعتراض نکردن، منتها 20 روز مهلت اعتراض دارن. آقای رادمهر، در طول روند دادرسی این افراد آیا به وکیل مدافع دسترسی داشتن؟ در طی روند دادرسی به این صورت که تا 1 هفته قبل از دادگاه اینها تونستن وکیل بگیرن و قبل از اون دادگاه اجازه اخذ وکیل به اینها نداد. مهتاب وحیدی راد با سجاد رادمه صحبت میکرد، برادر یکی از متهمان آذربایجان شرقی. بریم سراغ برنامه ملاقات با آرش حسنیان.